درود خدمت شما گرامیان و سپاس از توجه و استقبال گرمتان نسبت به برنامه جاده های شیشه‌ای. من و همکارانم خانم پرشیا، خانم نفیسه به همراه آقای حیدری و با هنرمندی جناب آقای قیدرپور برنامه دیگری تحت عنوان زندگی نامه زنده‌یاد فروغ فرخزاد تقدیم به شما عزیزان خواهیم کرد. باشد که این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد. فروغ در روز هشتم دی ماه در خیابان معز السلطنه در محله امیریه از پدری تفرشی و مادری کاشانی تبار به دنیا آمد. فروغ فرزند چهارم توران وزیری تبار و سرهنگ محمد فرخزاد است. از دیگر اعضای خانواده او میتوان برادرش فریدون فرخزاد و خواهر بزرگترش پوران فرخزاد را نام برد. فروغ 12 سال پیش از مرگش اولین شعر خود را به مجله روشنفکر سپرد و همان هفته بود که صدها هزار نفر با خواندن شعر بیپروای او با نام شاعری تازه آشنا شدند که چندی بعد به اوج شهرت رسید و آثارش هواخواهان بسیار یافت و در همان روزها بود که یکی از شاعران معروف او را به حافظ تشبیه کرد و نوشت که اگر در قدرت کلام هم به پای لسان الغیب برسد حافظ دیگری خواهیم داشت. فروغ با مجموعه های اسیر، دیوار و عصیان در قالب شعر نیمایی کار خود را آغاز کرد. فروغ در سالهای 1330 در 16 سالگی با پرویز شاپور نویسنده ایرانی که ظاهراً پسرخاله وی بود ازدواج کرد. این ازدواج در سال 1343 به جدایی انجامید. حاصل این ازدواج پسری به نام کامیار شاپور بود. پرویز شاپور و فروغ فرخزاد در نامه‌ها و نوشته‌های خیش از کامیار با نام کامی یاد می‌کردند. فروغ پیش از ازدواج با شاپور با وی نامه‌نگاری‌های عاشقانه‌ای داشت. این نامه‌ها به همراه نامه‌های فروغ در زمان ازدواج این دو و همچنین نامه‌های وی به شاپور پس از جدایی از وی بارها توسط کامیار شاپور و عمران صلاحی منتشر گردید. پس از جدایی از شاپور، فروغ فرخزاد برای گریز از هیاهوی روزمرگی، زندگی بسته و یک نواخت، روابط شخصی و محفلی به سفر رفت. او در این سیر و سفر کوشید تا با فرهنگ غنی اروپا آشنا شود. با آنکه زندگی روزانه‌اش به سختی می‌گذشت، به تئاتر و اپرا و موزه می‌رفت. وی در این دوره زبان ایتالیایی و همچنین فرانسه و آلمانی را آموخت. سفرهای فروغ به اروپا آشنایی‌اش
با فرهنگ هنری و ادبی اروپایی ذهن او را باز کرد و زمینه‌ای برای دگرگونی فکری را در او فراهم کرد. آشنایی با ابراهیم گلستان، نویسنده و فیلمساز سرشناس ایرانی و همکاری با او موجب تغییر فضای اجتماعی و در نتیجه تحول فکری و ادبی در فروغ شد. ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده. ای بروی چشم من گسترده خویش، شادیم بخشیده از اندوه بیش. ای تپش های تن سوزان من، آتشی در سایه مژگان من. ای ز گندم زارها سرشارتر، ای ز زرین شاخه ها پربارتر. ای در بگشوده بر خورشیدها، در هجوم ظلمت تردیدها. ای دل تنگ من و این بار نور، های هوی زندگی در قعر گور. ای دو چشمانت چمنزاران من، داغ چشمت خورده بر چشمان من. بیش از اینت گر که در خود داشتم، هر کسی را تو نمی انگاشتم. درد تاریکیست درد خواستن، رفتن و بیهوده خود را کاستن. سرنهادن بر سیه دل سینه ها، سینه آلودن به چرک کینه ها. در نوازش نیش ماران یافتن، زهر در لبخند یاران یافتن. زرنهادن در کف طرارها، گم شدن در پهنه بازارها. ای با جان من آمیخته، ای مرا از گور من انگیخته. چون ستاره با دو بال زرنشان، آمده از دور دست آسمان. جوی خشک سینه ام را آب تو، بستر رگهایم را سیلاب تو. در جهانی این چنین سرد و سیاه، با قدمهایت قدمهایم به راه. در جهانی این چنین سرد و سیاه، با قدمهایت قدمهایم به راه. ای به زیر پوستم پنهان شده، همچو خون در پوستم جوشان شده. گیسویم را از نوازش سوخته، گونه هایم از حرم خواهش
سوخته. آه ای بیگانه با پیراهنم، آشنای سبززاران تنم. آه ای روشن طلوع بی غروب، آفتاب سرزمین های غروب. آه آهی از سحر شاداب تر، از بهاران تازه تر سیراب تر. عشق دگر نیست این خیرگیست، چلچراغی در سکوت و تیرگیست. عشق چون در سینه‌ام بیدار شد، از طلب پا تا سرم بیدار شد. این دگر من نیستم، من نیستم، حیف از آن عمری که با من زیستم. ای لبانم بوسگاه بوسعت، خیر چشمانم به راه بوسعت. ای تشنج های لذت در تنم، ای خطوط پیکرت پیراهنم. آه می خواهم که بشکافم زهم، شادیم یک دم بیالاید به غم. آه می خواهم که برخیزم ز جای، همچو ابری اشک ریزم های های. این دل تنگ من و این دود عود، در شبستان زخمه های چنگ و رود. این فضای خالی و پروازها، این شب خاموش و این آوازها. ای نگاهت لای لای سحر بار، گاهوار کودکان بیقرار. ای نفس هایت نسیم نیم خواب، شست از من لرزه های اضطراب. خفته در لبخند فرداهای من، رفته تا اعماق دریاهای من. ای مرا با شور شعر آمیخته، این همه آتش به شعرم ریخته. چون تب عشقم چنین افروختی، لاجرم شعرم به آتش سوختی. لاجرم شعرم به آتش سوختی. خب بینندگان عزیز، امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد لطف توجه شما قرار گرفته باشه. ما در رابطه با این برنامه منتظر نظرات و پیشنهادات شما عزیزان فرهیخته در اقصا نقاط دنیا هستیم و اون عزیزانی که میخوان با ما همواره همکاری داشته باشن توی این برنامه، کماکان این برنامه هر هفته پشت دوربین خواهد رفت و ما با شکل و شمایل خاص‌تری به منازل شما خواهیم آمد. همینجوری که میدونید به پیشواز نوروزمون داریم میریم. عزیزان
همکارم اینجا شعرهای زیبایی که از شادروان فروغ فرخزاد خوندن، جا داره که یادی هم بکنیم از برادر محترمش فریدون فرخزاد که در دل همه ما جا داره و یکی از برترین هنرمندان عصر ما بوده. امیدوارم هر جایی که هستن روحشون شاد باشه. امشب رو و این برنامه رو تقدیم حضور این خواهر برادر میکنیم. من با یکی دیگه از اشعار فروغ فرخزاد مهمان شما عزیزان هستم. تو را می خواهم و دانم که هرگز به کام دل در آغوشت نگیرم. توی آن آسمان صاف و روشن، من این کنج قفس مرغی اسیرم. ز پشت میله های سرد تیره نگاه حسرتم حیران به رویت، در این فکرم که دستی پیش آید و من ناگه گشایم پر به سویت، در این فکرم که در یک لحظه غفلت از این زندان خاموش پر بگیرم. به چشم مرد زندانبان بخندم، کنارت زندگی از سر بگیرم، کنارت زندگی از سر بگیرم. در این فکرم منو دانم که هرگز مرا یارای رفتن زین قفس نیست، اگر هم مرد زندانبان بخواهد دیگر از بحر پروازم نفس نیست، دیگر از بحر پروازم نفس نیست.
ز پشت میله ها هر صبح روشن، نگاه کودکی خندد به رویم، چون من سر می کنم آواز شادی، لبش با بوسه می آید به سویم. اگر ای آسمان خواهم که یک روز از این زندان خاموش پر بگیرم، به چشم کودک گریان چه گویم؟ ز من بگذر که من مرغی اسیرم، ز من بگذر که من مرغی اسیرم. من آن شمعم که با سوز دل خیش فروزان می کنم ویرانه ای را، فروزان می کنم ویرانه ای را. در سال 1337 سینما توجه فروغ را جلب می کند و در این مسیر با ابراهیم گلستان آشنا می شود و این آشنایی مسیر زندگی فروغ را تغییر می دهد و 4 سال بعد، یعنی در سال 1341، فیلم خانه سیاه است را در آسایشگاه جذامیان تبریز می سازد و در سال 1342 در نمایشنامه 6 شخصیت در جستجوی نویسنده بازی چشمگیری از خود نشان می دهد. در زمستان همان سال خبر می رسد که فیلم خانه سیاه است برنده جایزه نخست جشنواره اوبرهازن شده و باز در همان سال مجموعه تولدی دیگر را با تیتراژ بالای 3000 نسخه توسط انتشارات مرواری منتشر کرد. لیکن فروغ در جستجوی افتخارات رسمی نبود و خود در مصاحبه‌ای درباره این جایزه گفت: این جایزه برایم بی تفاوت بود. من لذتی را که باید می بردم از کار برده بودم. ممکن است یک عروسک هم به من بدهند. عروسک چه معنی دارد؟ جایزه هم عروسک است. در سال 1343 به آلمان، ایتالیا و فرانسه سفر می کند. سال بعد در 2 جشنواره سینمای پزارو شرکت می کند که تهیه کنندگان سوئدی ساختن چند فیلم را به او پیشنهاد می دهند و ناشران اروپایی مشتاق نشر آثارش می شوند. پس از این دوره وی مجموعه تولدی دیگر را منتشر کرد. اشعار وی در این کتاب تحسین گسترده‌ای را برانگیخت. این خود شاعر بود که به راستی دیگر باره تولد می‌یافت. امشب از آسمان دیده تو روی شعرم ستاره می بارد، در سکوت سپید کاغذها پنجه هایم جرقه می کارد. شعر دیوانه تبالودم، شرمگین از شیار خواهش ها، پیکرش را دوباره می سوزد آتش جاودان آتش ها. آری آغاز دوست داشتن است، گرچه پایان راه ناپیداست. من به پایان
دگر نیندیشم که همین دوست داشتن زیباست. از سیاهی چرا حذر کردن؟ شب پر از قطره‌های الماس است. آنچه از شب به جای میماند عطر سکرآور گل یاس است. آه بگذار گم شوم در تو، کس نیابد دگر نشانه من. روح سوزان و آه مرطوبت بوزد بر تن ترانه من. آه بگذار از این دریچه باز، خفته در پرنیان رویاها با پر روشنی سفر گیرم، بگذرم از حصار دنیاها. دانی از زندگی چه میخواهم؟ من تو باشم، تو پای تا سر تو. زندگی گر هزار بار بود، بار دیگر تو، بار دیگر تو. آنچه در من نهفته دریاییست، کی توان نهفتنم باشد؟ با تو زین سهمگین طوفانی، کاش یارای گفتنم باشد. بس که لبریزم از تو میخواهم، بروم در میان صحراها، سر بسپارم به سنگ کوهستان، تن بکوبم به موج دریاها. بس که لبریزم از تو میخواهم، چون غباری ز خود فرو ریزم، زیر پای تو سر نهم آرام، به سبک سایه تو آویزم. آری آغاز دوست داشتن است، گرچه پایان راه ناپیداست. من به پایان دگر نمی اندیشم که همین دوست داشتن زیباست. که همین دوست داشتن زیباست. در حیرت یک شاعر جهانی که شعرش از مرزهای بومی سرزمین خیش و زبان مادری خیش گذشته است، تولدی دیگر حادثه‌ای فراموش نشدنی بود و در تاریخ شعر معاصر ما و در تاریخ ادبیات ما، خود فروغ نیز این کتاب را بیشتر از کتاب‌های دیگرش دوست می داشت. خودش درباره این کتاب می گوید: من همیشه به آخرین قسمت شعرم بیشتر از هر شعر دیگرم اعتقاد پیدا می کنم. دوره این اعتقاد هم خیلی کوتاه است. بعد زده می شوم و همه چیز به نظرم ساده لوحانه می آید. من از کتاب تولدی دیگر ماهاست که جدا شدم. با وجود این فکر می کنم که از آخرین قسمت شعر تولدی دیگر می شود شروع کرد. و آخرین قسمت شعر تولدی دیگر که آخرین شعر این کتاب نیز هست چنین است: من پری کوچک غمگینی را می شناسم که در اقیانوس مسکن دارد
و دلش را در یک نیلبک چوبین می نوازد آرام آرام. پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد. پس از آن مجموعه ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد را منتشر نمود. فروغ زبان ایتالیایی و آلمانی را طی اقامت چند ماهه خود در اولین سفرش به این دو کشور که در سال 1336 بود فرا گرفته بود و این دو زبان را به خوبی حرف می زد. زبان فرانسه را هم به قدر احتیاج می دانست. در سال 1344 سازمان یونسکو یک فیلم نیم ساعته از زندگی فروغ تهیه کرد. به پاس شعر و هنر او که اینک در یک سطح جهانی قرار گرفته بود. در همان سال برنارد برتولوچی یکی از کارگردانهای موج نو ایتالیا نیز به تهران آمد و یک فیلم یک ربع ساعت از زندگی فروغ ساخت. در همین سال از 4 کشور آلمان و سوئد و انگلستان و فرانسه به فروغ پیشنهاد شد که اجازه دهد اشعارش را ترجمه و چاپ کند. فروغ دیگر فقط مال ما نبود. جهانی او را می‌طلبید و احترام می‌گذاشت. زندگیش چنین بود: پربار، پرثمر و سرشار از تلاش و کوشش و کار. و فراموش نکنیم که وقتی مرگ به سراغش آمد هنوز 32 سال بیشتر نداشت و به اینجا رسیده بود که گفتیم و یادگارهایی این همه پرارج برای ما گذاشته بود. روحیه و شخصیت راستین فروغ را می باید از شعرهایش شناخت. آنان که او را از نزدیک می شناختند می گویند یک انسان والا بود و صادق و صمیمی و مهربان. روشنبینی عجیبی داشت که از حقیقت سرچشمه گرفته بود. حالتی داشت چون قدیسین، آمیخته ای از صفا و راستی و معصومیت. فروغ فرخزاد در روز 24 بهمن 1345 هنگام رانندگی با اتومبیل جیپ شخصیش بر اثر تصادف در جاده در روز قلهک در تهران جان باخت. جسد او روز چهارشنبه 26 بهمن با حضور نویسندگان و همکارانش در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شد. از فروغ چندین شعر، 2 سناریو برای فیلم، 1 رمان نیمه تمام و تعدادی تابلو و طرح نقاشی به یادگار مانده است. دوستانش در نظر گرفتند خانه‌اش را کتابخانه ای سازند. باشد که یاد و نامش را نسل‌های آینده گرامی شمارند و گرامی باد یاد او و نام او. دیروز به یاد تو و آن عشق دلنگیز بر پیکر خود پیرهن سبز نمودم. در آینه
بر صورت خود خیره شدم باز. بند از سر گیسویم آهسته کشیدم. عطر آوردم بر سر و بر سینه فشاندم، چشمانم را ناز کنان سرمه کشاندم. افشان کردم زلفم را بر سر شانه، در کنج لبم خالی آهسته نشاندم. گفتم به خود آنگاه صد افسوس که او نیست، تا مات شود زین همه افسونگری و ناز. چون پیرهن سبز ببیند به تن من، با خنده بگوید که چه زیبا شده ای باز. اونیست که در مردمک چشم سیاه هم تا خیره شود عکس رخ خیش ببیند. این گیسوی افشان به چه کار آیدم امشب؟ کو پنجه او تا که در آن خانه گزیند؟ که بوید چو در آغوش من افتد، دیوان صفت عطر دلاویز تنم را. ای آینه مردم من از حسرت و افسوس، او نیست که بر سینه فشارد بدنم را. من خیره به آینه و او گوش به من داشت. گفتم که چسان حل کنی این مشکل ما را، بشکست و فغان کرد که از شرح غم خیش، ای زن چه بگویم که شکستی دل ما را. خب با تشکر از اینکه تا اینجای برنامه همراه ما بودید، از انجمن شعر و ادب پارسی در کانون فرهنگ و هنر خانه ایران در تورنتو کانادا این برنامه رو حضور شما عزیزان تقدیم میکنیم. هر هفته با یادی از یکی از شعرهای معاصر یا شعرهای کهن در خدمتتون هستیم و اشعارشون رو دوستان فرهیخته در این برنامه خدمت شما عرضه میکنن. امیدواریم که این برنامه تا به امروز مورد توجه و لطف شما قرار گرفته باشه. خوشحال و خرسندیم اگر نظرات، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون رو حتی برای ما بفرستید تا در بهترسازی برنامه بتونه کمک موثری به ما عزیزان بکنه. جا داره اینجا از اتاق فرمانمون و دایرکتر این برنامه تشکر
تشکر خاصی بکنم از بچه‌های پشت صحنه که واقعا زحمت میکشن تا این برنامه به نحو احسن انجام بشه. لازم به یادآوری است به پیشواز نوروز داریم میریم و عید باستانی خجسته میلاد بهار رو پیشا پیش به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت میگیم. امیدواریم سالی خوب پرنشاط و با توأم با سلامتی در پیش داشته باشید. در دو هفته آینده میپردازیم به نوروز و به بهار و اشعاری که در این باره هست از حافظ خواهیم خواند، از مولوی خواهیم خواند و همینطور شعرهای دیگه، سعدی، فردوسی، هر کسی راجع به بهار شعر گفته باشه در دو هفته آینده ما نسبت به آن شعرها سعی میکنیم انتخابای خوبی بکنیم. خانم کیاندخ که بسیار انتخاب به جایی دارن توی اشعار، همینطور خانم پرشیا در کنار من که واقعا لذت میبرم از خوندن اشعارشون و از دوستانی که واقعا دارای گویش خوب هستن و میتونن شعر دکلمه بکنن، ما تمنا میکنیم، خواهش میکنیم، دعوت میکنیم توی این برنامه حضور داشته باشن، با ما تماس بگیرن. کماکان روی برنامه شبای شعر هم داریم کار میکنیم که در اوایل سال آینده به حساب فروردین خودمون که این شبهای شعر رو در تورنتو جامعه عمل بپوشونیم و اونجا حضور همه شما عزیزان رو در کنار خودمون داشته باشیم. تشکر بسیار بسیار صمیمانه‌ای دارم از دوست بسیار خوبم استاد گرامی جناب آقای قیدرپور. امیدوارم به همه شما خوش گذشته باشه. اگر اجازه بدین خانم کیاندخ ما رو مهمون کنم با یکی از شعراشون و برنامه رو به انتها ببریم. تا دیداری بعد شما را به خدای بزرگ ایران می سپاریم. خدا نگهدار. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.